چون ترسان شده سرهای خود را به سوی زمین افکنده بودند. به ایشان گفتند: چرا زنده را از میان مردگان می طلبید؟ در اینجا نیست، بلکه برخواسته است. به یاد آورید که چگونه وقتی که در جلال بود شما را خبر داده. خواهران و دوستان و هموطنان عزیزم، سلام گرم دوستارتون سارا را بپذیرید. یهودیان از روی حسادت و ترس عیسی را به پیلاتوس فرماندار رومی تحویل دادند. پیلاتوس هرچی به اونا گفت این شخص مرتکب هیچ گناهی نیست، یهودیان گفتن که او خودش رو پادشاه یهودیان صدا زده و باید او رو نابود کنی. پیلاتوس دستور داد با شلاق سربی عیسی رو تازیانه بزنن. سربازان رومی او رو مسخره کردن، او رو کتک زدن، آب دهان به او انداختن، بر سر او تاجی از خار گذاشتن، ردای شاهانه ارغوانی بر او پوشاندن، جلوی او تعظیم کردن. آنگاه به دستور پیلاتوس او را با دو جنایتکار به صلیب کشیدن. مصلوب کردن روشی بود که رومی ها برای مجازات برده ها و جنایتکاران و غیر رومی ها به کار می بردن. این نوع مجازات پرشکنجه ترین، شرم‌آورترین و بدترین نوع مرگی بود که ممکن بود که یک حاکم ظالم حکم اون رو صادر کنه. میخوا از لابلای دست و پای مجرم عبور میکردن و در حالی که روی چوبه صلیب میخکوب میشدن، بدن شخص روی صلیب در شرم، گرسنگی و تشنگی طاقت فرسا، درد و تشنج آویزون میشد. معمولاً 4 تا 6 روز طول میکشید تا شخص مصلوب شده بمیره، ولی عیسی پس از 6 ساعت جان داد. او هنگامی که به وسیله میخ‌ها روی صلیب آویخته میشد گفت: پدر، گناه ایشان را ببخش، چون نمیدانند که چه میکنند. ما انسان‌ها حاضر نیستیم گناه دیگری را ببخشیم و دوست داریم انتقام بگیریم و یا از خدا میخواهیم که اون شخص رو نابود کنه و از روی زمین برش داره. و چقدر برای ما مشکله که بتونیم خشم خودمون رو کنترل کنیم. ولی باید دید که عیسی خالی از هر گونه احساس غضب بود. خودداری او قابل تحسینه. یکی از جنایتکاران به عیسی گفت: اگر تو میگویی مسیح و پسر خدا هستی، هم خودت هم ما رو از مرگ نجات بده. دیگری گفت: آیا تو در حال مرگ هم از خدا نمی ترسی؟ ما حقمونه که بمیریم چون گناهکاریم، اما از این شخص یک خطا هم سر نزده. پس رو به عیسی کرد و گفت: ای عیسی، وقتی ملکوت خود را آغاز کردی مرا هم به یاد بیاور. و عیسی جواب داد: خاطر جمع باش که تو همین امروز با من در بهشت خواهی بود. از ظهر برای مدت 3 ساعت تاریکی همه جا را فرا گرفت و نور خورشید از تابیدن بازایستاد. آنگاه زلزله‌ای شد و پرده زخیمی که در جایگاه مقدس خانه خدا آویزون بود از وسط 2 تکه شد و عیسی با صدایی بلند گفت: ای پدر، روح خود را در دست‌های تو می سپارم. و این را گفت و جان داد. افسر رومی که مأمور اجرای حکم بود وقتی این صحنه را دید خدا را ستایش کرد و گفت: این مرد حقیقتاً بیگناه بود. در پای صلیب مریم مادر عیسی، مادر یعقوب و یوسف، مادر یعقوب و یوحنا و مریم مجدلیه ایستاده بودن. وقتی عیسی مادر خودش رو در کنار یوحنا دید به مادر خود گفت: اینک پسر تو. و به یوحنا گفت: اینک مادر تو. سران قوم یهود نمیخواستن جسدها روز شنبه و روز اول عید بود بالای دار بمونه. بنابراین از پیلاتوس خواهش کردن که دستور بده ساق پایهای اونا رو بشکنن تا زودتر بمیرن و جسدشون رو از بالای دار پایین بیارن.
پس سربازا اومدن و ساقهای اون دو نفر رو که با عیسی اعدام شده بودن شکستند. ولی وقتی به عیسی رسیدن دیدن که او مرده، پس ساقهای او رو نشکستند. با این همه یکی از سربازان نیزه خودش رو به پهلوی عیسی فرو کرد که خون و آب بیرون اومد. کاری که سربازان کردن مطابق پیشگویی کتاب آسمانی بود و آن کسی که دید شهادت داد و شهادت او راست است و او می داند که راست می گوید تا شما نیز ایمان آورید، زیرا که این واقع شد تا کتاب تمام شود که می گوید استخوانی از او شکسته نخواهد شد، و باز کتاب دیگر می گوید آن کسی را که نیزه زدن خواهند نگریست. عیسی در حالی که 6 ساعت از مصلوب شدنش می گذشت، قبل از اینکه نیزه پهلوی او را سوراخ کنه جان سپرد. تعدادی از منابع موثق پزشکی اظهار داشتن تنها در صورتی قلب پاره میشه که مقداری خون در قشاع خارجی قلب جمع بشه و تبدیل به لخته خون و سرم آبکی بشه. اگر این ادعا صحت داشته باشه، بنابراین تنها دلیل مرگ واقعی و آنی عیسی پارگی قلب او بوده. درد بسیار شدید و فشار بالای خون سبب ترکیدن قلب او شد. شاید گناه دنیا باعث شد عیسی سکته قلبی بکنه و بمیره، و زحماتی که او به خاطر گناه آدمی متحمل شد فوق از درک و تصور انسان هاست. مسلماً پدر آسمانی او نمیخواست که عیسی بیش از این درد بکشه، چون با مصلوب شدن عیسی بر روی صلیب خشم پدر آسمانی نسبت به بشر کم شد. در واقع عیسی به خاطر گناهان ما گناه شد و بر روی صلیب مصلوب شد. ساعتی بعد یکی از بزرگان که بسیار ثروتمند بود و از ترس سران قوم مخفیانه شاگرد عیسی شده بود، با بیباکی به حضور پیلاتوس رفت و اجازه خواست تا جسد عیسی رو از بالای صلیب پایین بیارن و به خاک بسپاره. پیلاتوس به او اجازه داد و او نیز جسد رو پایین آورد و با خودش برد. نیقودیموس یک فریسی و عضو سهندرین دارای قدرت و نفوذ بود، یک شب نزد عیسی اومده بود. 30 کیلو مواد خوشبو که از مر و چوب عود درست شده بود برای مراسم تدفین آورد. اونا هم مطابق رسم یهود جسد عیسی رو در پارچه کتانی که با مواد خوشبو معطر شده بود پیچیدن. در نزدیکی محل اعدام باقی بود و در باغ قبر تازه‌ای بود که هرگز هیچ کس در اون دفن نشده بود. این قبر که شبیه یک غار کوچک بود در دامنه تپه‌ای در داخل یک صخره تراشیده شده بود. تمام کار دفن و کفن عصر جمعه انجام شد و این قبر به یوسف که یکی از اعضای شورای عالی یهود بود تعلق داشت. یهودی ها کارهای روز تعطیل شنبه رو عصر جمعه تدارک می دیدن. زنانی که از جلیل به دنبال عیسی اومده بودن همراه یوسف رفتن که جسد عیسی چگونه در اون گذاشته شد، و بعد به خانه بازگشتن و دارو و عطریات تهیه کردن که به رسم اون زمان به جسد بمالن تا زود فاسد نشه. اما وقتی دارو آماده شد دیگه روز شنبه فرا رسیده بود. پس مطابق قانون مذهبی یهود در اون روز به استراحت پرداختن. خب عزیزان من، امیدوارم که روز خوب و پربرکتی رو در پیش داشته باشید. تا برنامه آینده شما رو به دست خدا می سپارم و خدا نگهدار. امیدواریم این برنامه باعث تشویق و بنای زندگی شما عزیزان شده باشد. شما می توانید از طریق شماره واتساپ 2031
638 98 98 98 تکرار میکنم 2031 638 98 98 98 و همینطور ایمیل آدرس wrpersian@gmail.com با ما در تماس باشید. خوشحال میشویم نظرات، پیشنهادات و همینطور سوالات خودتان را در مورد این برنامه با ما در میان بگذارید. وقتی از تجربه آزاد شوم، آن به کنعان آسمانی رسم، در کنار منجیم عیسی، جلالیش بهرم عالی و زیبا. آن جلالیست بهرمانی، آن جلالیست بهرمانی، از حضورش سیراب گردم همی. آه چه افتخار پر جلالی. وقتی محبوبم عیسی با فیضش جایی دهد مرا در کنارش، هان دیدن او دائم برایم جلالیست عالی و زیبا بهرم. آن جلالیست بهرم عالی، آن جلالیست بهرم عالی، از حضورش سیراب گردم همی. آه چه افتخار بر جلالی. بودن با عزیزان در آسمان، باشند خوشی ها چون نهری روان، ولی لبخند منجیم عیسی، جلالیست بهرم عالی و زیبا. آن جلالیست بهرم عالی، آن جلالیست بهرم عالی، از حضورش سیراب گردم همی. آه چه افتخار پر جلالیست.